به نام یاد خدا، سلام به همگی و صبح همگیتان بخیر. امید است که خوب و صحتمند و سر حال باشین و یک صبح زیبا را آغاز کرده باشین. بازم برنامه بستان عافیت آغاز شد. من مریم نوری خدمت شما قرار دارم و بازم دو مهمان داریم و دو موضوع می داشته باشیم. تا آخر بیننده برنامه ما باشین و مهمان اول برنامه ما دکتر صاحب رفیع نذیر، متخصص امراض داخل عمومی و پاتولوژی کلینیکی با ما هستند. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر و خوش آمدید. تشکر مریم جان، صبح شما بخیر. سلام دارم خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون تیوی چراغ. امیدوار هستم که همگی صحت و جور و عافیت باشن و از گزند امراضی که در این موسم رخ میده در امان باشن، زنده باشن. خب بیننده های عزیز، موضوعی که امروز انتخاب کردیم درد گلو می باشه که در این وقت بسیار زیاد می باشه، خصوصا در این موسم و دسته ماه اخیر سال. دکتر صاحب، موضوع برنامه را که انتخاب کردیم درد گلو می باشه، اول به ما بیننده ها بگوین خود درد گلو چی است یا چگونه گلو سبب درد میشه؟ خب در قدم اول خب ما میخواییم باید بگوییم که من خواست سر گلون دردی ها صحبت نمی کنم. اصل هدف ما عرض است یا امی چیزی که مریضا شکایت میکنن که یعنی گلون ما درد میکنن. درست اصل بحث ما امی موضوع است که ما باید سر از این موضوع صحبت بکنیم. ببینین در گلون ساختمان های مختلف وجود داره که هر کدامش میتونه که با یک مرض سر دوچار شوه، هر کدامش میتونه که یک مشکل پیدا بکنه و باعث دردهای خفیف، متوسط، شدید، دردهای کوتاه مدت، دردهای طویل مدت، یعنی دردهای حاد، دردهای طولانی مدت، دردهای با تب و بدون تب، هر دو حالت میتونه که پیش مریضا رخ بده. اگر ما از این ساختمان هایی که میتونه که درد پیدا بکنن نظر به شدت و نظر به ازدیاد واقعات اگر نامگیری کنیم، در قدم اول می خود ساختمان تانسل ها یا ساختمانی که در گلون من حیث یک عضو دفاعی بدن و یا دو عسکر بسیار زیاد قوی و توانای بدن ما شما در قسمت آخر گلون در قسمت بلعوم قرار دارن، در تو طرف بلعوم، و هر چیزی که ما شما میخوریم، هر چیزی که ما شما مینوشیم و یا هر چیزی که تنفس میکنیم یک بار با تانسل یک فیلتریشن، یک پروسه فیلتریشن را تایی میکنن. میکروب هایی که در این وجود میداشته باشه اینا را این تانسل در خود جذب میکنه و نمیگذاره که داخل بدن ما شوه، و به می خاطر است که تانسل از جمله اعضای بدن ما شماست که بیشترین واقعات میکروبی و امراض تشکیل میده. بله، تانسل ها یک چیز ناقی نیستن، یک پرزه اضافی نیستن، یک اعضای بسیار زیاد حیاتی و یک عضو دفاعی قوی بدن ما و شما هستند. تانسل ها هر میکروب بر یک بار میتونن که وقتی که مواجه میشن مقابل از او مثلا یک عکس العمل دفاعی یا یک عکس العمل مرضی ایجاد بکنن که میکروب هایی را که با او آشنایی دارن، میکروب هایی را که سیستم دفاعی بدن ما و شما شناخته، یعنی یک بار با اونا مریض شده باشیم و این را کوشش کرده باشیم که توسط سیستم های بدن خود، نه توسط دواهای بسیار زیاد قوی، او را از بین ببریم، او میکروب ها برای بار دوم نمیتونه که در این ساحه مشکل ایجاد بکنه و همچنان تا نمیگذاره که او میکروب پیش هم باره در بدن ما و شما. این یک بحث بسیار زیاد عمده و مهم در قسمت میکروب هایی است که در تانسل رخ میده. همچنان در گلون در پالوی تانسل بعض مشکلات دیگه وجود داره که میتونه باعث درد گلون شوه. مثلا التهاب خود بلعوم، مشکلات بلعوم، تومورهای بلعوم، آبسی های گلون، آبسی های اطراف تانسل ها، خود التهابات و یا مشکلات غده تایراید، این هم میتونه مثلا تومورهای تایراید بسیار درد شدید در قسمت گلون پیدا میکنن. بعض اوقات خود التهاب گوش متوسط میتونه انتشاراتش طرف گلون و گردن باشه، گیره هم میتونه که به شکل گلودردی ظهور بکنه. التهابات حنجره و یا یک مرضه که دیگه به نام خراسک اگر شنیده باشین، یا التهاب خود اپیگلوت که یک ساختمان قاشق مانند است که در وقت بلعیدن سیستم مجرای تنفسی ما شما را بند میکنه و وقتی که مثلا ما تنفس میکنیم اید دوباره باز میکنه، یعنی وقت این یک خاصیت مانعه در مقابل مجرای تنفسی داره تا اینکه افرازات و همچنان چیزهایی را که ما میخوریم و مینوشیم این داخل مجرای تنفسی نشه. ولی گاهی اوقات امی هم التهابی میشه که به شکل اپیگلوتایتس یا به شکل خراسک که نزد مردم آشناسته که صدا هم بسیار خشن میشه و سرفه های تند و خشن از گلون منشأ میگیره که باعث یک اصطلاح
عام برازی ایجاد کردن که به نام خراسک یاد میگنن، یک التهاب از اون میتونه که باشه که در کل اینا میتونه که باعث دردای گلوله شود. همچنان یک چیز قابل یادآوری است که نه تنها واقعات میکروبی، بعض واقعات غیر میکروبی مانند شخی عضلات گردن دقیقا درست ای هم میدونه که به شکل حاد باشه و همچنان ما در قسمت گلون خود بدون تب یا کدام علایم دیگر درد داشته باشیم. ولی انال نظر به مشکلات دیگر که در پالوی زمینه درد وجود داره، ای را ما باید تجسس بکنیم که آیا امی درده که در گلون ماست با افرازات توام است، یعنی در گلون افرازات جمع میشه. دوم مثلا آیا با صرفت توام است، آیا با عدسه توام است و آیا که تب داره. این در این صورت با زمینه شدن دیگه مسائل که میتونه با درد گلون یک جای شود ما را به طرف تشخیص نزدیک بسازه و ما بتانیم تشخیص خوب از ای از پیش مریض خود، از شکایت مریض خود بیرون بکنیم. ولی روی هم رفته درد گلو تنها به این معنی نیست که انسان تانسیلیت داره، میتونه بسیار مشکلات دیگه با هم یک جا باشد. بسیار خوب دکتر صاحب، افرادی که عملیات تانسل میکنن یا تانسلشون برداشته میشه، در این موسم برشان چی مشکلات پیش میشه؟ ببینین پیشتر یادآوری کردم که تانسل یک عضو ناقی نیست، یک پرزه اضافی بدن نیست. او را خداوند قسم طراحی کرده که در یک مجرای دخولی بدن ما شما، چیزی که مثلا به طور عام و 24 ساعته میتونه که در اینجا عبور و مرور بکنه، دخول شوه، در اینجا قرار گرفته در دروازه دخولی. یعنی ما اینه میتونیم تشبیه بکنیم به دو عسکر بسیار زیاد توانا و قوی بدن ما شما که دهن دروازه استاده هستند و هیچ مجرم را و هیچ جنایت را نمیتوانند که در داخل بدن ما رخ بده. این یک عضو ناق نیست، این یک مورد باید خدمت شما بگویم. و کشیدن تانسل ها و یا تانسلکتومی یک موضوعی نیست که عام باشه، باید عام نباشه، این خاص باید باشه. بعض واقعات خاص است که میتونه تانسلکتومی را استتباب داشته باشه. مثلا التهابی شدن تانسل ها بیشتر از 3 بار در یک ماه. درست؟ خطر توقف رشد نمو پیش اطفال از سبب تانسلیت حاد. خطر به وجود آمدن روماتیزم مفصلی و قلبی از سبب تانسلیت های مکرر، یعنی التهابات مکرر که وجود داشته باشد. مشکلات در قسمت تنفس، وقتی که ما تنفس میکنیم بندش ایجاد کنیم و یا گاه باعث بندش آنی مجرای تنفسی شده باشد. و آخرین مورد کسینگ ساین، یعنی که علامی بوسیدن که دو تانسل اقدر با یکی دیگر نزدیک شوند که با یکی دیگر ببوسن، یعنی بچسبند با یکی دیگر، یعنی مجرا را کاملا بند کنند. که در این حالت تمام حالت ها اول میکروبش تداعی میشه، باز تانسل ها کشیده میشه. ولی در این حالت تنها حالت است که با وجود میکروب تانسلکتومی اجرا میشه پیش مریض، به خاطر که یک مسئله حیاتی است، تنفس قطع میشه. به خاطر که دکتر صاحب در جامعه ما قسم عام شده که میگن من زیاد گلون درد میشم باید برم تانسل های خود بردارم یا عملیات تانسل بکنم، از خاطر سوال پرسان کردم که یعنی باید بفهمن که چقدر چیز مهم است و عق و ناق عملیات بسیار نکنم. گپ خوب. ولی همین مورده که شما یادآوری کردین که من زیاد گلون درد میشم، ببینین اگر شما زیاد گلون درد میشین این تقصیر شما نیست، این تقصیر محیط است که شما زندگی میکنین، تقصیر تداوی هایی است که شما میگیرین. ببینین خارج از افغانستان در ممالک اروپایی و امریکایی، آسیا را نمیگم، در بسیاری از ممالک آسیا هم توابط همسان با افغانستان است. بله. وقتی که یک انسان تانسل لایت پیدا میکنه، التهاب گلون پیدا میکنه، نزد دکتر مراجعه میکنه، با بسیار روز روزاری اگر بکنه برای یک پرستمول میده. اصلا دوا نمیده. میفهمین چطور مریض خود قناعت میده؟ برای مریض میگه که تو باید کتینمی میکروب مبارزه کنی. به خاطر که سیستم های دفاعی را بشناسه و سیستم دفاعی اونمه قدر قوی شوه. هر مبارزه یک سیستم دفاعی ما شما میکنه به این معناست که با یک میکروب نواشنایی پیدا میکنه، یک دشمن جدید خود بشناسه و در آینده یک مانع یا صد مقابل از او ایجاد میکنه که دوباره او میکروب مرض تولید نکنه. به این خاطر هر میکروب یک بار میتونه تانسلایت پیدا کنه. ولی اگر طور مثال شما گلودرد میشین و هر گلودردیتان نزد دکتر مراجعه میکنین، یک 6 دوز سفترکزون میگیرین. ببینین یک دوای عامه که متاسفانه واقعا یک موضوع رنجاور، یک تکلیف روانی شده. دقیقاً. اما اگه سر بخط میرن میگیرن. یک گپ شده.
همگی حتی اگر کل چیز تنظر فریکزون تدایی میکنه پس موجودیت دکتر چی مانا؟ ولی نه، ما باید مریض از اصل گپ خبر کنیم. نه خیر، این رای حل نیست، تو باید مبارزه کنی، این میکروب بشناسی، این میکروب از بین ببری تا ای که بار دوم نگیرید. ولی اگر تو ایره با آنتی بیوتیک از بین میبری و متاسفانه یک جای گپ موضوع دیگر برتان بگیم، یک جالبتر از این گپ ها، در حدود 60-80% واقعات تانسلایت در افغانستان منشه وایرسی داره که وایرس آنتی بیوتیک از بین نمیبره، وایرس سیستم دفاعی بدن از بین میبره و در حدود 50% دیگه سوپر انفکشن تشکیل میده. سوپر انفکشن یعنی چی؟ یک مرض میکروبی وجود داره، دیگه میکروب مداخله میکنه، درست؟ و این در صورت میکنه که ما سیستم دفاعی خود را سرکوب کنیم. یک دوز واحد سفترکزون برای 3 ماه سیستم های دفاعی بدن ضعیف نگه میداره. برای 3 ماه شما میتونه که مکررن تانسیلیت گرفته بید، مکررن مجرای تنفسی تان میکروبی شوه. ولی بیاین که از این که یک سفترکزون را برای انسان زرک کنیم، در محیط زیست زرک کنیم. اصل مشکل ما در محیط زیست است. باید که بیشتر سر محیط خود کار کنیم، نگذاریم که انسان مریض ما یا مراجعین ما کثافات تنفس کنه. برشان یاد بدیم ماسک استفاده کنین، مجرای تنفسی تان بشوین، خوب مراقبت کنین از مجرای تنفسی. شما از جلدتان مراقبت میکنین نه؟ بله. به تقسیم اوقات منظم میرین، شستشوی، پاکاری، مثلا پالش، هرچی که میکنین مثلا به خاطر جلد خراب نشه، از موی مراقبت میکنین همچنان. اما مجرای تنفسی رو فراموش کردین، یک مراقبت کار داره. مثلا ما دینمی ها به هوای آلوده که وجود داره، هر شامی که ما خانه خود میریم باید یک دو لعاب شیرگر رو بگیریم، ایره به اندازه عشق خود شور بسازیم و 3-4 بار بینی رو با این لواژ شستشو کنیم که مجرای چیزی که جمع شده پاک شوه، چون بینی وظیفه خود اجرا میکنه. تنفس که میکنیم این کثافت جمع شده میره. بله. و بالاخره یک وقت میشه که کثافت میشه که بند شود و مجبورن ما از روی دان باید تنفس کنیم. این همی وقت است که پروسه مرض شروع میشه. میکروب ها بدون فلترشن میره داخل مجرای تنفسی و یکانه عضوی که مانع از این میشه میفهمین چی است؟ تانسل. بسیار خوب دکتر صاحب، به خاطر سفتریاکسین زیاد میگیرن، میگن ما رو زود خوب میسازه، یعنی ما میتونیم به کار خود زود برسیم. وقتی دوزش از میگیرن چند روز یا 5 روز یا 3 روز یا حداقل هر روزی که هست، باز میگن ما رو زودتر خوب میسازه این دوا. خوب از اون خاطر زیادتر استفاده میکنن. خوب زودتر موقتی خوب میسازه، او قسما میکروب ضعیفتر میسازه، اما اصلا از ریشه نیروی دفاعی از بین میبره. ولی رای حلی نیست، نه کم دیرتر به کار برین، خوب نمک و غرغره کنین، خوب مایات گرم بگیرین، مجرای تنفسی رو پاک نگاه کنین، شستشوی کنین، قطره استفاده کنین. یک آنتی بیوتیک ضعیف اورال به خاطر جلوگیری از سوپر انفکشن پیشتر که یادآوری کردم نه؟ در سوپر انفکشن یک آنتی بیوتیک خفیف لازم داره این مریضا. خب در قسمت وایرس اگر بحث بیاید چطور سفتریاکسون جورش میکنه؟ خب اینا رو میگن وایرال نیست نه؟ ببینین تبابت به می خاطر سخت است، به می خاطر مشکل است که بعض نزاکت ها و باریکی های در تبابت وجود داره که یک شخص تایی که بر تمام زوایای تبابت تعمق نکنه، پیش مریض خود بر تمام جوانب موضوع توجه نکنه، از عوارض جانبی، تاثیرات، موثریت، غیر موثریت، تاثیرات بالای نیروی دفاعی و همسال ازی خود وجود انسان. مثلا شما را من نمیتونم با یک مریض دیگه یک رقم معالجه کنم. دقیقاً. وزنتان، سنتان، جنستان، وضعیت عمومیتان، حالت دفاعی بدنتان، ایمنیتان، همه چیز فرق داره. هر مریض یک کیس خاص است و به خاطر تبابت سخت است. و ما باید بفهمیم که نه، ما باید دکتر رو در کارش بگذاریم، همگی باید دکتر نشه، دکتر شدن مشکل است. گپای زیاد داریم دکتر صاحب، خوب است یک میان برنامه بگیریم. برنده های عزیز، فعلا یک میان برنامه میگیریم، گپا گفتنی راجع به گلوندردی باقی مانده، فعلا میان برنامه. خب بیننده های عزیز، برگشتیم، ادامه برنامه بستان عافیت است و موضوع برنامه و گلوندردی یا درد گلو است و دکتر صاحب رفی نذیر با ما هستند. دکتر صاحب، در جایی که ما زندگی میکنیم آلودگی هوا بیشتر شده در این روزها و متاسفانه بگویم که رای حل وجود نداره، اگر دارم فیصدیش زیاد نیست که ما بتونیم جلوگیری بکنیم، چقدر میتونه نقش داشته باشه در گلوندردی؟ خب ببینین،
مجرای تنفسی پیشتر من یادآوری کردم که به مجرای دخولی در بدن ما شما بیشترین گپی که داخل و بیرون میشه او می اواسته که ما باید به خاطر ضرورت اکسیژن لازم داریم که ما تنفس کنیم و در هر دقیقه بیشتر از 25 بار ما لازم داریم که تنفس بکنیم. ولی بینی مسئول است که اینمی افرازات اینمی آلودگی کلش جمع کنه و نگذاره که داخل مجرای تنفسی بره، یعنی وظیفه خود اجرا میکنه. درست وقتی که بند شد از روی دهن تنفس شروع میشه، که در قدم اول نزد اطفال پایان تر از 2 سال و اشخاص بالاتر از 60 سال بسیار زیاد خطر داسته، به خاطر از اینکه بدون تا فیلتریشن مستقیم هرچی کثافت و همه چیزا میره داخل مجرای تنفسی، تا داخل ریه ها میره. و دوم مثلا نزد همگی هیچ کس از این مسئله در امان نیست. همچنان این افرازاتی که جمع میشه میتونه که یک حساسیت دائمی در قسمت بینی ایجاد بکنه که این همیشه حساسیت وجود میداشته باشه. از دو طریق، هم از طریق داخل شدن کثافات و هوای آلوده داخل مجرای تنفسی از طریق غیر مستقیم یا مستقیم داخل مجرای تنفسی، و دوم از سبب ایجاد یک حساسیت یا یک عکس العمل دفاعی در بدن ما شما، که اصلا بعض اوقات میکروب نیست، دود است، کاربن دای اکساید است، خاک است، براده های سرب است، تمام از اینا مثلا وجود داره. مثلا ببینیم که ای یک حساسیت ایجاد میکنه، و وقتی که حساسیت ایجاد شد بعد از او باز تخریشات که از اول حساسیت به وجود میاد در روی اپرچونست هستند که میتونن داخل مجرا شوند. همچنان اگر که آفتاب زیاد ندمه، حتی میتونه که بعض میکروب ها هم با این آلودگی یک جای شوه که سبب میشه دفعتا مستقیما حادثه میکروبی رو تولید بکنه، خصوصا پیش کسایی که سیستم دفاعی ضعیف دارن. یعنی آلودگی یک نقش بسیار زیاد عمده در ایجاد امراض داره. ولی آلودگی از کجا میشه؟ از چی ترکیب میشه؟ ببینین 43% آلودگی هوای کابل ذرات معلق تشکیل میده. ذرات معلق چی است؟ ذرات معلق قونمو ذرات است که طرف توسط ارادجات عبور مرور ارادجات از جاده های خام و جاده های کثیف بلند میشه، و ای از سبب عبور مرور مکرر ارادجات ای از زمین بلند میمونه یک مدت بسیار طولانی. وقتی که دودها شروع میشه، بخاری ها چالان میشه و دودهای زغال و سنگ و چوب امثال از اینمی ذرات معلقی رو نمیگذاره که فرار کنه، و اینا با هم یک ترکیب جدید را تشکیل میتن که پس طرف پایین میایه و هوا رو بسیار زیاد آلوده میسازه، خصوصا وقتی که بعد از اینمی پروسه سوختاندن مواد سوختی شروع میشه. به این خاطر آلودگی یک ترکیب از خاک و دود است، و این کلن برای سیستم تنفسی مناسب و لازم نیست، و این در هر صورت باعث اول خود کمی اکسیژن ازی باعث مثلا کاهش رشد دماغ نزد اطفال، امراض روانی نزد بزرگا، امراض تنفسی، امراض جلدی تماما میتونن که ازی منشأ بگیره. و آلودگی 100% به این سوالتان موافق هستم، آلودگی هوا بسیار نقش دقیق داره. بسیار خوب. به خاطر جلوگیریش باید چی کنیم دکتر صاحب؟ به خاطر که هوای ما خواه آلوده است. خیلی خوب بیشتر از کلاگ میگه. خب جلوگیری خو یکی خب باید هر کس هم داشته باشه کثافات خود به جایی برطرف نکنه و کوشش بکنه که تا حد امکان کم کثافت تولید کنه. دوم مسئله ای که چطور از ورود از این کثافات جلوگیری بکنیم، یک راه حل ماسک است، و دوم شستشو و مراقبت درست از مجرای تنفسی است. ما باید مجرای تنفسی خود مثل جلد و موی و امثال از این یک توجه بالایی داشته باشیم و پاک نگهداری بکنیم، و از افرازاتش هم شستشو و تجمعات هم شستشو، و وقتی که اگر درد هم می باشه باید آب و نمک و این مسائل تماما مفید است. یعنی مراقبت یک شرط اول است که باید داشته باشیم. دقیقا. محافظت از ورود ذرات و کثافات توسط ماسک کار دوم است که باید بکنیم به خاطر محافظت از مجرای تنفسی. بسیار خوب. دکتر صاحب چه زمانی باید نزد دکتر بریم وقتی که درد و گلو می داشته باشیم؟ خب دردهای خفیف گلودردی در حالت عادی از 2 الی 5 روز دوام میکنه. البته اگر که از 2 روز بیشتر میشه دیگه باز باید تداوی دکتر شروع شوه، و الی 5 الی 7 روز انشالله خوب میشه. ولی اگر که ما میتونیم که در ظرف 48 ساعت با این مرض مبارزه کنیم، مرض اثر کوب کنیم در وجود خود توسط سیستم های دفاعی خود و توسط مایات و تقویه و امثال از این خود به خود جور میشه. اصلا بسیاری اوقات خودش جور میشه،
ولی باید ما روحی خود اول از دست ندیم. ایره باید بفهمیم که انسان بهترین نیروهای دفاعی را داره، او را سرکوب نکنیم و بگذاریم که امرای از طور یک محیط مبارزه بکنه. درست؟ و همیشه تشویقش کنیم و این گپ در قلب خود داشته باشیم که ما دارم یک سیستم دفاعی که میتونه با همین محیط آلوده مبارزه بکنه، میتونه با یک حالت میکروبی مبارزه بکنه. و همچنان این روحیه را باید داشته باشیم که انسان من حیث اشرف مخلوقات بالای تمام میکروب ها و مرض هایی که هست حاکم است. ولی اگر که نمی روحیه را نداشته باشیم، سیستم های دفاعی ما هم نمیتونه که مقابله تر یک محیط مبارزه بکنه. در قدم اول روحیه، این موضوع رو در ذهن داشته باشیم. موضوعاتی که مثلا اگر گلوندردی بیشتر از 3 روز دوام میکنه، تب بسیار زیاد شدید میداشته باشه، لرزه همراهش میداشته باشه، سرفه ها شدید میشه، تنفس کیفیتش بر هم میخوره، متنفس خوب کرده نمیتونیم، دردها بیشتر از 3 هفته دوام میکنه، موقعیت درد خود ما دقیقا پیدا کرده نمیتونیم، درد بیرون از موضوع لوزه ها یک قسمت دیگر گرفته، صدا را خراب کرده، افرازات بیش از حد است و با هیچ شکل ما رو نمیتونیم کنترل کنیم. درست در صورتی که ما درست تنفس کرده نمیتونیم، در خواب بسیار زیاد خار میزنیم، زود گلوندرد میشیم و حتی این گلوندردی باعث میشه که مجرای تنفسی ما بند شوه. درست صدا بسیار سری میشینه امثال از این، و یا با سرفه ها دردهای صدری پیدا بکنیم. در اون صورت یعنی که واقعات که از توانایی خود ما یعنی از توانایی هوم ریمیدیز بالاتر باشد، اطور یک واقعات ما باید نزد دکتر ببریم تا دکتر مشاهده بکنه و یا کدام پندیدگی و برآمدگی و لغوتی در گردن خود و یا در قسمت های گلون خود مشاهده بکنیم که حتما تحت نظر دکتر باید قرار بگیره تا یک تداوی درست برای صورت بگیره و یا حداقل تشخیص درست شود که چی است. ما یک چیز میبینیم در این قسمت ما یک لغوتی پیدا میشه، خب ما خود ما نمیتونیم تشخیص کنیم کی از جاغار ماست، دقیقا ای از انجره برآمده، ای از کدام قسمت عضلات کدام کتله تشکیل کرده، ای کدام عقده لنفاوی خود کلان ساخته. یک شخص که دکتر نباشه ای گپ تفکیک نمیتونه. بنان به می خاطر ضرورت است که ما نزد دکتر بریم تا ای که یک اطمینان خاطر پیدا کنیم که مرض ما آنقدر شدید نیست که کدام خطر حیاتی برای ما پیش کنه، و یا اگر یک چیز در حال پیشرفت است جلوش گرفته شود، سریعا باید تو تحت تداوی و تحت ارزیابی قرار بگیره تا ای که نگذارن که پیشرفت کنه و باعث برهم زدن پروسه حیات و یا کیفیت حیات شود. بسیار خوب دکتر صاحب، به خاطر تقویت سیستم دفاعی بدن کدام کارها را باید ما انجام بدیم و کارهایی که یک فرد که گلودرد میشه در خانه باید انجام بده، روی ازم صحبت بکنین که بیننده ها زیادترشان این موضوع را نمیدانن. اندک که گلودرد میشن میرن انتیبیوتیک میگیرن سر به خود، دوای درد میگیرن، دوای دیگه میگیرن. خب بر 48 خب باید نکنن، حداقل 48 باید خودشان مبارزه کنن، مایات گرم بگیرن، گرگل آب نمکی بگیرن، آب نمکی باید شوریش برابر اشک باشه، امراج بینی هم شسته شود، گلون هم شسته شود، یعنی مجرای تنفسی پاک باشه، تنفس از رای بینی باید صورت بگیره. اگر بندش در بینی وجود داره اول خمی آب نمک پاکش میکنه، باز هم قطرات عادی بینی را میتونه استفاده کنن و خاطر تب یک پاراستامول بگیرن، مشکل نیست. اگر که مشکلات جگر نداشته باشن و یا حساسیت در قبال پاراستامول نداشته باشن میتونن استفاده بکنن. در خصوص اطفال حتما نزد دکتر مراجعه شود، باید بر اطفال زیاد انتظار نمانیم و اطفال باید نگذاریم پیچکاری هم کنن ناق، یعنی اگر او قدر مریض است که باید زرق شوه باید بستر شوه. این موضوع را باید در ذهن داشته باشن که فراموشم شده بوده این موضوع را یادآوری بکنم، این مسائل در نظر بگیرن. و بیشتر و بیشتر سیستم های دفاعی ما شما را مایات و مایات انرژی دار تقویه میکنه. منظورم از نوشابه های انرژی زا نیست، مایاتی که مثلا منشأ میوه‌جات داره، منشأ مواد غذایی داره، مثلا آب میوه‌جات بسیار زیاد یک چیز خوب است. در این موسم مایات ویتامین سی دار مانند میوه‌جات سیتروس دار، مالتا و کینو و لیمو و نارنج، کل از اینا دمی موسم که پیدا میشه حکمتشان دمی است که ما در ضرورت داریم. سیستم دفاعی ما را خصوصا سیستم تنفسی و غشای مخاطی بسیار تقویه میکنه. باید دوامدار از این میوه‌جات استفاده شود. آب برنج، یخنی، شوروا و همسال از این باید استفاده شود. آش و ایگپایی که با ترکاری باب اینا غنی شده باشه از اونها استفاده بکنن و همسال از اطور یک کنید. بسیار خوب دکتر صاحب، اطفال گفتین، اطفال بسیار زیاد مهم است، نگهداریشان در این فصل که ما هستیم چون خیلی خنک هم شده، هوا مالوده است، امی گلوندردی اطفال
با کلانا چه تفاوت داره؟ زمانی که اینا گلوندرد میشن ما باید برشان کدام کارا رو انجام بدیم و کسایی که کلان هستن رو خوب گفتیم؟ ببینین اطفال فرق طفل با کلان میفهمین یک تفاوت بسیار جالب. من براتون یک مثال میدم. فکر کنین که یک شگوفه است و یک گل است. چقدر با هم تفاوت دارن؟ نه؟ و ایام یک مقدار وقت میبره که شگوفه به یک گل تبدیل شود. یعنی اطفال فکر کنین که مثل اونمو شگوفه گک های گل هستن که بسیار ظریف و نازک و نعیف هستن و تازه امرای محیط خود آشنایی پیدا میکنن، امرای میکروب هایی که ما سالها که از اون مبارزه کردیم که کلش آشنایی داریم. اونمو طفلک کوچک تازه با یگان دانه از او آشنا شده میره و این پروسه آشنایی طفلک محیط زیست و خصوصا میکروب های محیط زیست با بعض از امراض توأم میباشه. مثلا طفلا سریعا ریزش میکنن، طفلا سریعا گلوندرد میشن. گلوندردی معمولا با صرفه توأم است، گلوندردی معمولا با بندش بینی توأم است. تب اینا می داشته باشن یا خفیف یا شدید یا متوسط یک شکل تب می داشته باشن. اما ای به این معنی نیست که ای طفل بسیار زیاد مریض است. ما باید یک عکس العمل دفاعی بدنه با یک علامه خطر باید تفاوت بتانیم کرده. ببینین یک طفل اگر تب میکنه ای به این معنی است که سیستم دفاعیش خوب کار میکنه. یک طفل اگر سرفه میکنه یعنی که مجاری تنفسیش خوب فعال است، سیستم های ایمنی مجاری تنفسی خوب فعال است که عکس العمل نشان میده. اگر عطسه میزنه حاصل قیاس یک سیستم دفاعی خوب داره. ما نمیتونیم این طفل متهم به یک مریضی بسیار خطرناک بکنیم که حتما باید زرقی بگیره. و متاسفانه من خودم شاهدش هستم و دکتر سایبای دیگه هم شاهد است. تو نیست که یک موضوع پت و پنهان باشه، شما شاهد هستین که بیشتر از 70% اطفال کوچک با امراض بسیار خفیف تحت زرقیات بسیار قوی قرار میگیرن. دقیقاً ما اصلا به او طفل اجازه نمیتیم که امرای محیط خود آشنا شود با این کار خود، ولی اصلا یک پروسی آشنایی با محیط است. ما باید بفهمیم که طفل در علامه خطر است یا نیست و یا اگر اینقدر زیاد مریض است که ما ایره باید زرقی بتیم، پس لازم نیست که شما طفل در خانه زرقی بتیم، طفل خط بتیم که بستر شود. اما دمی اواخر زیاد از دکتر صاحب وقتی که طفل مریض میشه یا اول از خانواده شروع بکنیم، وقتی که تب میکنه فامیل یعنی ورخطا میشه به گونه ای که طفل من مریض شده یه چیز نشه، نزد دکتر که میبره اونا زرقی میگیرن، میگن دوا، میگن با دوا بدون از اینکه میگن به دوا کمتر خوب میشه یا وقت زیاد میگیره دوا، بیاین زرقی میتیم یا از پیشکاری استفاده میکنن. با اونا چی گفتنی دارین؟ چقدر میتونه ای که مشکل ساز باشه ای پیشکاری به فرد که طفل هست یا با کسل اصلا اومدی نیست که باید زرقی بگیره؟ ببینین دو چیز بسیار معمول است که با طفل زرق میکنن، یکی سفترگزون یکی دیکادران. دقیقاً آشناستین همه وقتی که یک زرق دیکادران بر یک طفل صورت میگیره، طفل بر 14 روز نمیتونه که کلسیم جذب کنه و اگر جذب هم کنه استفاده نمیتونه از پیش. توجه شدیم چقدر خطرناک است؟ رشته بر هم زدیم. دقیقاً پروسه رشتشون بر هم زدیم رشته با یک زرق. خب وقتی که یک زرق صفر یک زون صورت میگیره، بر سه ماه سیستم های ایمنی طفل درست فعالیت کرده نمیتونه. سه ماه دیگه طفل از رشد نمو و ریزش هم از پولوش تیر شوه مریض میشه، گلودرد هم از پولوش تیر شوه. یه چطور نیک کتش استاد شوه صحبت کنم آتش کنم این پولوش تیر شوه باز مریض میشه. دقیقا نمو تو را مست منگرد طفل ها رو ساختن در حالی که نخیر این کار رای حل نیست. بیشتر یادآوری کردم تب یک سیستم دفاعی است، یک میکانیزم دفاعی است، سلفه یک میکانیزم دفاعی است، ای با دواها و ای امثال ازی. و یک مورد بر بیننده عزیز خود میگویم بگویم که یک مادر خوب، ما وقت مادر خوب میگم که یک نرس خوب باشه. ما مثلا 4 قلم شربت برش میتم، طریقش هم میگم، فاصله ها را بینش میگم، همه چیز یادش میدم. او مادر مسئول است که اینمی تطبیقات مطابق هدایت ما بر طفل بکنه. اینال باید یک نرس خوب باشه، نه؟ ضرور نیست که نرسنگ خوانده باشه. یعنی وقتی که تو مادر شدی خداوندی توانایی را بر تو داده که حتما بتونی از طفلت یک مراقبت کنی. ببینین وظیفه دکتر تشخیص خوب است، انتخاب ادویه خوب است، راهنمایی
و تمام مسائلی که بر مادر میگه. این وظیفه دکتر است. ولی دکتر نمیتونه که در خانه برم طفلکت قاشق دوا بده. بله. این مشکل است. این کار مربوط کی میشه؟ از والدین طفل و خصوصا مربوط مادر میشه. که طفل خود به دوا بده به طریقه های مختلف، به شیوه ها و با فن های مختلف در کار بگیره تا ای که طفل دوای خود بخوره. مشکل همی است که میگن نمیخوره دوای شربت. نمیخوره، نمیتونم دادن. تنبلی باعث میشه که او طفل خراب شوه. اول رشدش، دوم سیستم های دفاعیش و پای در پای مریض. هر هفته نزد دکتر، هر ماه نزد دکتر. چرا؟ به خاطر اینکه او سرکوب شده، صدمه دیده. دیگر نمیتونه با محیط خود گذاره کنه. او مرض را که باید شناسایی میکرد، ما توسط یک سفت یک زون رو هم طفل خراب کردیم، من مرض خراب کردیم بدون شک. اما تو هست دو بسه و یک سفت یک زون. ببینین یک سوال دیگه دارم. سفت یک زون دوای ریزش هست نه؟ با ریزش میتن؟ با گلو دردی میتن؟ با سینه و بغل میتن؟ با دل دردی میتن؟ با مفصل دردی میتن؟ با مریضه که بستر هستن میتن؟ در بستر میتن؟ در خانه میتن؟ خیلی کل کار اینه می سفترگزون میکنه. پس جامعه سی بازار سفترگزون چقدر گرم باشه دکتر. نه کار سفترگزون میکنه این دکترها کلش ناقص. دقیقا میگن دکتره که باید پیچکاری بته یا دوای زرقی بته او خوبترین دکتر است. خوب است. متاسفانه این باعث میشه که روز با روز نسل به نسل خردتر شده میره و نسل ما و شما ضعیفتر و نیفتر و ناتوانتر شده میره، نادانتر شده میره. وقتی که ما یک طفل صدمه جسمی ببینین، از صدمه ای که به او وارد میکنیم، از سوزنی که وارد میکنیم، از این جس حساب کنین خطر با طفل که چقدر روح هم طفل صدمه میبینه. بدونش چقدر طفل دپرست میشه. ای دال تنها در خصوص اطفال گپ میزنیم که الان را گپ زدیم. در خصوص اطفال از گپ ما که ببینین دایما متوجه این مسئله باشن. درست اول صدمه جسمیش، درست بازی ترسی که در قبال دکتر طفل پیدا میکنه. همین طفل همین استتسکوپ که در گردن دکتر دید، اینه من چپن نمی پوشم که اطفال از پیشم نترسه. باور کن با دیدن همین استتسکوپ در گریه شروع میکنه، خصوصا طفلایی که اول مراجعش است. اگر دوم سیوم است خو میفهم اگه بیاری ایجا او گپانه است، دلش جمع است، هنوز خوش میاده و غلم هم سلام علیکیش هم بسیار گرم میباشه. ولی همین مراجعه اول اطفال آنقدر مرا رنج میده، آنقدر مرا جگرخون میکنه که سعی کن تو که این طفل چقدر روح از این صدمه دیده، چقدر روان از این صدمه دیده، چقدر این طفل نارام است. دوم مسئله چقدر این طفل از رشد پس مانده. ایره که قد و وزن میکنم دیگه وحشت زدگی پیدا میشه در وجود من. و دیگه موضوع میبینم که این طفل آنقدر مریض نیست که پدر مادر قوار خطاست. دقیقا ما امیره گفتم که بسیار بر خطا میشن و میگن که نباید زود جور شد. بگذارن که دکتر تصمیم میگیره، نگذارن. اگر که طفلشان به سرقیات ضرورت داره پس از دکتر صاحب بخواین، دکتر صاحب خی اگر قدر زیاد طفل مریض است بگذار که من میره بستر کنم، خی یک جای معرفی کنین که ما بسترش کنیم. اگر قدر به ضرورت است که سرقیات، چرا که سرقیات عکس العمل داره، حساسیت داره، هزار خطر دیگه داره. فلیبایت یک حادثه بسیار خطرناک که نمی کنول که در دست انسان است نه، این خود اون موارد التهابی میسازه به نام یک حادثه به نام فلیبایت است که معمولا میکروب های بسیار خطرناک چون آنتی بیوتیک میگیره در اورک جای میگیره و پس اون سپسس میسازه. و یک موضوع دیگه خون میکروبی با خدا رنج میبره. من همین یگان مریض که میگم میگه والا همین اجرات یک سی بی سی اجرا کرده به مریض کامپلیت بلاد کاونت و تشخیص مونده که خون از این میکروبی شده. دکتر صاحب با خدا باور کنین پیش مریض من خجالت میکشم. ما بعد از اینکه خون مریض کشت میکنم، او هم که مریضی که در آی سی یو است، در سپتیک شاک است، ما اون رو میگیم که خون میکروبی سپتیک شاک شده، سپسس است. یک مریض جور تیار قنده داره، ساتیری داره و سوسو در اتاق میده و خون از او رو گرفتن، چی شده؟ خون از این میکروبی شده. خب انال بریز خون میکروبی سعی کنین چقدر این رنج آور است این مسئله. باور کنین که رنج آور است. من حیث یک دکتر ما از این وضعیت رنج میبرم که یک دکتر چپن سفید هم پوشیده و طفل سی بی سی میکنه و تشخیص میمانه خون از این میکروبی شده. از کجا از این ماینه پیدا کردی دکتر صاحب که خون از این میکروبی شده؟ همگی ما رنج میبریم دکتر صاحب. گپا و گفتنی راجع به خون میکروبی و کانول خیلی زیاد از دکتر صاحب. یک برنامه راجع به این وضعیت من میگیریم. امروز وقت ما تمام از بخش اول برنامه. یک پیام کوتاه داشته باشین به بیننده ها باز ختم میکنیم. بیننده عزیز، انسان خداوند اشرف مخلوقات خلق کرده و وقتی که خداوند یک چیز را اشرف مخلوقات گفته،
او توانایی مبارزه با هر نوع میکروب داره. شما هیچ گاهی از مرض نترسین و کوشش کنین و خود در خودتون یک روحیه را ایجاد کنین که من میتونم با این مرض مبارزه کنم. یک باری کار بکنین، سه ماه شما مریض نمیشینید، من گارانتی میکنم براتون. خیلی تشکر، لطف کردین و به برنامه اومدین. ببخشید کمک از خاطرم پیچکاری های احساساتی شده. خواهش میکنم، مشکل نیست. خیلی تشکر دکتر صاحب. خب بیننده های عزیز، بخش اول ما برنامه به پایان رسید که دکتر صاحب رفیع نذیر روی گلودردی یا درد گلو صحبت کردن، اشتباهات و مشکلاتی که حل شد داشتین. خود امیدوار هستم که حل شده باشه. منتظر بخش دوم برنامه باشین. فعلا میان برنامه.